درود به همه دوستان، خیلی خوشحالم که بعد از مدت طولانی اینجا. خیلی ممنون که من فرصت دادید. واقعیتش من اینجا تو این چند تا از دوستان تعداد زیادی صحبت کردن، من نزدیک شاید 5 6 صفحه اینجا نکته برداشتم. یه سری چیزایی هست که میخوام بگم. اول راجع به تایتل، اول یه لحظه از همین اول بگم، 5 6 تا صفحه شاید نتونی صحبت کنی، نه آرمین جان نگران نباش، خیلی خلاصه میکنم، میدونم 5 6 صفحه نمیتونم صحبت کنم. اولا که راجع به تایتلتون، ببینین پادشاهی مشروطه و جمهوری، من فکر میکنم که آنچنان همونطوری که هم آرمین گفتن چند تا دیگه از دوستان گفتن هیچ اختلافی با هم ندارن، یعنی از لحاظ حتی ایدئولوژی سیاسی هم هیچ اختلافی با هم ندارن. جمهوری اگه جمهوری پارلمانی باشه که تکلیفش مشخصه، معمولا یه نخست وزیر داره، یه رئیس جمهور داره، معمولا رئیس جمهور حالت سمبولیک داره و به اصطلاح یه جورایی، حالا اگه بخوایم کلمه استفاده کنیم که این روزا خیلی استفاده میشه، فصل و خطاب داستان حساب میشه، و نخست وزیر که در واقع کار عملی میکنه، یعنی قوه اجراییه حکومته، و بعد قوه مقننه رو داریم که مجلس میشه. بعد حالا حکومت جمهوری پارلمانی معمولا اشکال مختلفی داره. من خودم تو ایتالیا زندگی میکنم، مثالشو میزنم، دلیلش هم میگم چرا خیلی علاقه دارم که ایتالیا رو با ایران مقایسه کنم. دلیل مقایسه‌ام اینه که ایتالیا و ایران از لحاظ بافت اجتماعی، سیاسی، حتی اقتصادی و خصوصا تاریخی شباهت‌های خیلی زیادی به هم دارن. و اتفاقا شرایط فعلی ایران دقیقا مثل زمانی هستش که ایتالیا بعد از دوره فاشیسم، از در واقع فاشیسم خارج میشد، زمانی که جنگ تموم شد و دولت فاشیسم و موسولینی شکست خورد، دقیقا شرایطی مثل شرایط فعلی ایران توش به وجود اومد. مهداد عزیزم که امیدوارم هنوز باشه، جزء آدینس فکر میکنم بودش، اوائل گفتش که هیچ جای دنیا نشنیده که در حکومتی رفراندوم برگزار کنه برای نوع حکومت. سال 1945 بعد از سقوط فاشیسم اتفاقا دقیقاً همین نوع رفراندوم برگزار شد توی ایتالیا، یعنی رفراندومی برگزار شد برای تعیین نوع حکومت بین پادشاهی و بین جمهوری، که نهایتاً جمهوری با 51% آرا برنده شد و امروز حکومت ایتالیا جمهوریه. البته جمهوری هستش که جمهوری پارلمانی است، دو تا در واقع اتاق پارلمانی دارن، پارلمان و سنا، نخست وزیر رو دارن که توسط پارلمان انتخاب میشه، توسط در واقع اکثریت پارلمان انتخاب میشه، و رئیس جمهوری که اون هم توسط پارلمان انتخاب میشه ولی نه توسط اکثریت و معمولا بی حزب هم هست. چند تا مشکل، من خودم میگم، من خودم جمهوری خواهم، حالا چه به شکل جمهوری در واقع پارلمانیش، چه به شکل جمهوری ریاستیش، در هر صورت خیلی تفاوتی بین اینا نمیبینم، یه سری تفاوت جزئی به اصطلاح مدیریتی سیاسی توشون وجود داره. مشکل بزرگم با پادشاهی مشروطه، میگم شباهت‌های خیلی زیادی به هم دارن، ولی مشکل بزرگم با پادشاهی مشروطه توی این زمان ایران این هست، همونطور که من دیدم که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفته که خودش هیچ رول سیاسی نمیخواد. خب الان ما فرض کنیم که اکثریت در ایران بیان به پادشاهی مشروطه رأی بدن، خیلی هم خوبه، ما مجبوریم بهش احترام بذاریم، برای اینکه قانون اول دموکراسی احترام گذاشتن به نظر اکثریت، درسته؟ فرض کنیم که آقای رضا شاهزاده رضا پهلوی بیان بگن که آقا نمیخوام پادشاه باشم، تکلیف چیه؟ چون ما به حال اگه قرار باشه که پادشاهی مشروطه رو انتخاب کنیم، حدس میزنم که اولین قانونی که میتونیم ازش استفاده کنیم قانون مشروطه‌ای هست که وجود داشته در قبل تا قبل از جمهوری اسلامی، و اگه بخوایم اونو اپلای بکنیم نتیجتاً این که شاهزاده رضا پهلوی پادشاه قانونی ایران هست، درست میگم اینو یا نه؟ فرض کنیم که آقای شاهزاده رضا پهلوی برگردن میگن که آقا من نمیخوام پادشاه باشم، تکلیف چی میشه اینجا؟ ما بعد چه اساسی باید بیان پادشاه بعدی رو معلوم کنیم؟ مجلس خبرگان برای اینا، برای اینا چیز دارن دیگه، آلترناتیو هستش. مثلا آقای رامین پرهام یه مکانیزمی تعریف میکنن که اصلا شاهزاده رضا پهلوی توش تعریف نمیشه، و اون هم که گفتید قانون مشروطه قبل از انقلاب، نه خیلی از مشروطه خواهان با اون قانون اصلا مشکل داره. یعنی این کلی نیست که همه اینجوری این باور داشته. نه نه من منظورم اصلا قانون کلی نبود، من میدونم که همه اینطوری نیستن، همونطوری که خب بین پادشاهی خواهان پادشاهی بیشتر حتی بیشترشون اشکان جان اون قانون رو قبول نداره. آیا بین این پادشاهی خواه کسی هست که مثلا بپذیره مثلا ما یک مجلس خبرگانی داشته باشیم که پادشاه انتخاب میکنه، که این خبرگان هم انتخاب مردم باشه؟ سلطنت پادشاه به مجلس معرفی کنه. صدای کیه این؟ خیلی صداش کمه. سپهر بود فکر کنم. سپهر دور بود فقط. بعد میومد صداش بود. ولی بکنم این مثلا مجلس مؤسسان، یا حالا مثلا پرهام بهش میگه مجلس مهان،
مثلا یه مجلسیه که از مثلا نخبگان و اینا تشکیل شده و اون میتونه پادشاه مشخص بکنه. حالا درست، ولی ما داریم راجع به انتخابات در روی کاغذ فکر نمی‌کنم مشکل. نه مسئله اینه که همونطوری که یکی از دوستان میگفت، حالا من متاسفانه اسمشون رو ننوشتم اینجا، میگفتن که ما اول باید نوع حکومت رو انتخاب کنیم و بعد بر اساس نوع حکومت قانون اساسی بنویسیم. این تا حدودی البته درسته، برای اینکه به هر حال شما برای یه قانون اساسی موقت نیاز دارید. اگه حالا قانون اساسی آقای پرهام نوشتن، منظورشون قانون اساسی موقتی است که بلافاصله بعد از سقوط جمهوری اسلامی میاد تا زمانی که دولت دائمی سر کار بیاد، خب بله اینو میشه اپلای کرد، به شکل استفاده کرد ازش. ولی واقعیت این است که برای قانون اساسی بعدش من فکر نمی کنم. مسئله اینجاست که آخه به اینجا میرسیم که باز ما بعد بر اساس این بریم که یک سری خانواده هایی که به هر شکلی به هر دلیلی به اصطلاح ژنتیکی امکان پادشاهی دارن، پادشاهی رو به دست بگیرن تو ایران. درسته؟ تفاوت بزرگی که من بین ریاست بین جمهوری و پادشاهی مشروطه میبینم همینه. فکر میکنم باز سپهر بود، ببخشید سپهر چون من اینو میگم ولی نمیدونم، فکر میکنم سپهر بود که گفتش که شما میتونین پادشاه رو آموزش بدین، یعنی یک شخصی رو بیارین آموزش بدین، آمادش بکنین برای به اصطلاح رهبری کردن حالا یه حکومت پادشاهی مشروطه. خب آیا این بهتر نیست که شما بیان روی یک فردی در واقع بر اساس میریتوکراسی که این آدم یک کریر سیاسی داشته؟ میریتوکراسی رو بگو لیاقت چی میشه، فارسی چی میشه؟ شایسته سالاری. خیلی ممنون، من واقعا فارسیش هم نمیدونستم. بر اساس شایسته سالاری یک فردی بیاد و مقام های مختلف سیاسی رو طی بکنه و نهایتاً به اینجا برسه که بتونه رئیس جمهور بشه، که این آدم قطعاً یه آدم سیاسی است، سیاستدان، اقتصاددان، حالا بر اساس تخصصی که داشته. مثال بارزش رو باز از کشوری میذارم که توش زندگی میکنم، توی ایتالیا همینطوری است. امروز رئیس جمهور ایتالیا آقای سرجو ماتارلا سالهای سال نماینده مجلس بوده، وزیر دفاع بوده، و شغلای مختلف سیاسی داشته. آخر میخوای بحث بکنی که چرا مثلا یه سیستم جمهوری بهتر از پادشاهیه؟ الان به وضوح دقیقاً دارم روی این صحبت می‌کنم که من فکر می‌کنم با توجه به اینکه خیلی نزدیک به همن از لحاظ تیپ حکومتی و از لحاظ شاید دولتگردانی به اصطلاح، ولی چرا جمهوری اون تفاوت، اون برتری رو نسبت به پادشاهی مشروطه آره، داره؟ آره ولی شما... الان حالا یه سوال فکر می‌کنی الان این مهمه که ما نشون بدیم جمهوری بهتره؟ یعنی تو قبول داری که اختلافشون کمه، درسته؟ اگه جمهوری هم بهتر باشه. بله بله. خب حالا الان ببینید این پادشاهی خواها بعضیشون خیلی حساسن. خب همین که اشاره کنی که مثلا چرا جمهوری مقدار به نظر ما بهتره، خیلی باعث میشه که یه تفرقه به وجود میاد. نه آیا الان قابلیت اینو داریم که درباره این چیزا بحث بکنیم یا نه؟ من میگم چون اختلافش کمه بی خیال شین بابا، بذار ریفراندوم بذاریم پادشاهی مشروطه. من میگم اینو میتونیم بیخیالش بشیم، فعلا در حال مبارزه هستیم با یه دشمن مشترکی که جفت هر دو طرف میخوان این دشمن نباشه. نه فقط فعلا بعدنم برای اینکه بی ثباتی کم بشه، حالا من گفتم جنگ داخلی مقدار چیز بود، مبالغه بود، برای اینکه ثبات هم حتی بعد از براندازی هم، خب برای اینکه ثبات تو کشور برگرده، بگیم آقا یه رفراندوم بذار، هر چی اومد دیگه بین این دوتا. خب این که در شکی نیست اصلا، این رفراندوم که باید برگزار بشه اصلا. خب جور دیگه که نمیتونیم نظر... ما واقعا درسته، ولی الان فکر میکنیم ما الان نمیدونم نظر چیه، بیایم نشون بدیم من فکر میکنم شما به هر حال یه روزی میرس. ببین من یادم، من حالا پدر و مادر خودم مثال میزنم، همیشه به ما میگفتن انقلاب 57 که شد، اتفاقی که افتاد این بود که ما گفتن آقا جمهوری اسلامی آری یا نه، و یه راه سومی هم بود آدمایی که نمیخواستن نه آری رای بدن نه نوع حکومت مورد علاقه شون رو بنویسن. خب خیلی از آدم، حالا درسته که من قبول دارم که البته رفراندومی که در اوایل انقلاب جمهوری اسلامی بر انجام شد خیلی ایرادات اساسی داشت و اتفاقا اصلا خیلی شاید بهش به اصطلاح تقلبم توش زیاد شد. خب ولی به این فکر کنیم که اون روز خیلی ها به جمهوری اسلامی یا آری گفتن یا نگفتن، یا اصلا یک نوع دیگه از حکومت انتخاب کردن به خاطر عدم دانششون نسبت به نوع اون حکومت. بله. خب شما میگین که ما باید در این حرف بزنیم برای اینکه قبل از رفراندوم باید آگاه باشن. خب وقت این بین سپهر هم اومد یه حرفی زد، خب بین براندازی و رفراندوم فکر کنم وقت برای این باشه. خب یعنی تو بعد از براندازی ما میایم تبلیغ میکنیم. بله بله.
وقت برای این هست که به شما دقیقاً بگو. میام اون موقع تبلیغ میکنن که چرا جمهوری بهتره، اونا میام تبلیغ میکنن که چرا مشروطه بهتره، بعد اون موقع رفراندوم میذاریم. من به نظرم ولی نگران این هستم که کاملا با تو موافقم. باش بگو. برای من کاملا تا قبل از اون با تو موافقم، اصلا نیازی نیست راجع به این موضوع صحبت کنیم. برای اینکه من همون چیزی که اول از اولین جمله من این بود، گفتم اصلا بین این دو تا اختلاف آنچنانی وجود نداره، همونطور که خودت هم گفتی، یه سری دیگه از بچه‌ها هم گفتن، اصلا تو ذات این دو تا اختلاف آنچنانی وجود نداره. آره یعنی سر بحث سر اینه که رئیس دولت کی باشه، ما اسم رئیس دولت رو بذاریم رئیس جمهور، حالا یا نخست وزیر یا بذاریم پادشاه. حالا یه چیزی بگم، من یه مشکلم ببین، من تو ایران خب این اختلاف نظر، حالا تو جاهای دیگه هم همینطور، ولی اگه ما انقدر حساس نبودیم که اختلاف نظر بهونه برای دشمنی نمیشد، خب همین الان هم میتونستیم درباره این الان بحث بکنیم. خب ولی چون واقعا به نظر میرسه ما یه جامعه بسیار حساسی هستیم و خیلی زود بهمون برمیخوره و هر کی با همون اختلاف نظر داریم فکر میکنیم دشمنمونه، تو این شرایطی که اتحاد خیلی خیلی لازمه، به نظر میرسه که وقت، حالا بعضی موقع ما نمیتونیم، یعنی جلو خودم هم نمیتونم بگم، خب شاید اصلا کمتر اینو بحث بکنیم. خب خیلی هم بحث جالبیه ها، یعنی حیف که الان ما نمیتونیم بیشتر بحث بکنیم. نه خیلی خوبه. نه راست میگی، من با این موافقم کاملا. این اتحاده الان خیلی مهمه و بازم میگم به نظر من اگه صرف تایتلتون بخوایم فقط حرف بزنیم، بین این دو تا هیچ اختلافی وجود نداره. بازم میگم سر اینه که حالا تایتل رئیس دولت چی باشه، پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه. حالا یه چیز دیگه، شاید بحثم بکنیم من بعد نباشه، خب که مثلا بیایم یه مثلا یه پادشاهی خواه و یک جمهوری خواه با هم درباره این بحث بکنن، بعد خیلی هم دوستانه با هم صحبت بکنن، شاید اینم بتونه نشون بده که آقا ببینیم ما چقدر دوستانه میتونیم. ببین من یه چیزی بگم، من یه چیزی دیدم، حالا به دلایل یه سری چیزها رو من دیدم توی سری جلسه‌هایی که شرکت کردم، خب که میدونم که مثلا من همیشه خودم به شدت مخالف احزاب جدایی طلب حالا کرد و ترک و اینا بودم، خب به شدت مخالفشون بودم و هنوزم هستم. یعنی اگه یه روزی وارد بحث سیاست داخلی ایران بشیم که بخوام بریم توی مجلس و اینا، مشخصا باهاشون اختلاف سیاسی بزرگ دارم. خب ولی یه چیزی منو خیلی این چند روزه نظر منو راجع به یه سری چیزا تغییر داد، اونم این بود که دیدم حتی یه سری از احزاب جدایی طلب کرد و یا ترک، غیر از اونایشون که به شدت به اصطلاح رادیکال بودن، یعنی اونایی که اصلا کسایی هستن که میگن نه ما به هر قیمتی باید جدا بشیم، خیلی هاشون حتی این قسمت جدایی رو گذاشتن کنار فقط برای همین اتحادی که تو میگی. یعنی ما اختلافی بزرگتر از این که نمیتونیم داشته باشیم. یه لحظه. گذاشتن کنار یا نراتیو شورای گذاره، گذاشتن کنار یا نه، اومدن کت و شلوار تنشون کردن نشستن تو شورای گذار، ولی هنوز تو اساس نامشون دنبال جدایی طلبی هم کدومشه؟ نه. حالا بچه اینو هفته دیگه اتاق میکنیم. من اینو کاملا حق میدم، راست میگین، توی سر اساسنامه هاشون هنوز نوشته اینو، خب ولی تو جلساتی که برگزار میشه من میدونم که اینا گذاشتن کنار این موضوع رو. بحث امروز نیست ولی فرش من احتیاج دارم تو هفته آینده همین ساعت باشی، چون برنامه بعدی درباره همینه. هستی؟ خب بحث رو دور نکنه. یعنی من میگم منظورم این بود، نمیخواستم الان بحث اینو بکنم که آیا واقعا اینا گذاشتن کنار یا نذاشتن. خب میخواستم اینو بگم که حتی اگه اونا حتی ظاهرا پیش طرفداران خودشون میگن که آقا ما بحث جدای طلبی رو کنار گذاشتیم، جدای طلبی رو الان بذار کنار، الان فعلا میشه این بحث بذاریم. خب همینو من دارم میگم بذارم بذارم تموم بشه. خب من میگم حتی اگه اونا اینو گذاشتن کنار یا ظاهرا دارن اینو نشون میدن، خب مایی که بین پادشاهی خواهی مشروطه و جمهوری خواهی که خودمون داریم میگیم اختلافی وجود نداره، اگه نتونیم اینو بذاریم کنار که خیلی بده. یعنی ما اگه به خاطر اتحادمون توی این زمان این اختلاف خیلی خیلی ریز و کوچیکی که وجود داره بین اونا نذاریم کنار، خب چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که خیلی ها دیگه خیلی از نظرات دیگه شون رو بذارن کنار؟ اوکی. آره ممنون از دکتر هات. بریم الان دیگه، باید بریم سراغ بعدی. استفاده کنید.